همزمان با تلاش عراق برای برگزاری دور جدیدی از گفتگوهای ریاض با تهران عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ وزیر امور اسلامی دولت عربستان در سخنانی در مصر ایران را به تلاش برای صدور انقلاب متهم کرد و این کشور را آماج حمله قرار داد آل شیخ که در مراسم افتتاحیه شورای عالی امور اسلامی در قاهره با حضور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر برپا شد گفت شبه نظامیان مورد حمایت ایران به دنبال صدور انقلاب به برخی کشورها هستند و لازم است تا با این مسئله مقابله شود و افزود واجب شرعی است که با سخنانی ارشادی و تبلیغی مقابل این گروه های تندرو ایستادگی کرد تاریخ شاهد ماست و ما باید با گروه ها و سازمان های تندرویی که از سیاست برای رسیدن به اهداف مخرب خود استفاده می کنند مقابله کنیم وزیر امور دینی عربستان در ادامه پادشاه و ولی سعودی را نمونه اعتدالگری و همزیستی معرفی کرد اما به زندانیان شیعه و تلاش ریاض برای اسلام زدایی از جامعه عربستان اشاره ای نکرد.